بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد جباری، مدرس دوره برنامه‌نویسی بردهای ESP با میکرو پایتون از فرادرس در خدمت شما هستم. در این دوره آموزشی قصد داریم که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی میکرو پایتون، واحدها و پریفرال‌های مختلف بردهای ESP رو راه‌اندازی و برنامه‌نویسی کنیم. در واقع این کار رو بدون میکروکنترلر جانبی دیگری و با استفاده از میکروکنترلر داخلی خود برد ESP انجام خواهیم داد. بردهای ESP رو میتونیم با استفاده از زبانهای برنامه‌نویسی مختلفی راه‌اندازی و برنامه‌نویسی کنیم. که عمده‌ترین روش راه‌اندازی اونها که در اکثر پروژه‌ها شاهدش هستیم با استفاده از دستورات AT یا همون AT کامند ها هستن. برای انجام این کار نیاز هست که ما با استفاده از یک کامپیوتر یا یک میکروکنترلر دیگه این دستورات رو به بردهای ESP ارسال کنیم تا بتونیم اونها رو راه‌اندازی کنیم. اما در این موارد ما نیاز هست که یک میکروکنترلر اضافی دیگری رو در پروژه هامون داشته باشیم که در بعضی از مواقع اصلا وجود این میکروکنترلر نیازی نیست و ما میتونیم پروژه‌مون رو با همون میکروکنترلر خود برد ESP راه اندازی و اجرا کنیم. در این درس ابتدا به بررسی انواع بردهای ESP میپردازیم. همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید، خانواده ESP 8266 دارای ورژن های مختلفی هستش که هر کدوم اونها با شماره گذاری شده از ESP01 تا ESP14. تفاوت در ESP هایی که در اینجا مشاهده میکنید در پریفرال ها و واحد های مختلف اونهاست و همچنین در قدرت پردازششون. اما نکته مشترکی که همه این بورد ها دارن این هستش که یک میکروکنترلری درون این بورد ها تعبیه شده که ESP8266 EX نام داره. برای بررسی دقیق مشخصات و ویژگی هر برد نیاز هست که ما به دیتاشیت اونها مراجعه کنیم. اما ما در این دوره از ESP07 استفاده خواهیم کرد که در درس بعدی به مشخصات این ESP میپردازیم. از بردهای ESP در کاربردهای پروژه اینترنت اشیا اکثرا استفاده میشه که با استفاده از وایفایی که درون این بردها تعبیه شده برای ارتباطات BSIM یک گزینه خیلی مناسبی هستش. اما این بردها همونطور که مشاهده می‌کنید در بعضی از ورژن‌ها بر روی PCB یک شکل‌های تهیه و طراحی شده که این شکلی که در این PCB مشاهده می‌کنید آنتن وایفای این بردها هستش و در بعضی موارد یک سوکتی وجود داره که می‌تونیم این سوکت رو به یک آنتن خارجی هم متصل کنیم که خوشبختانه برد ESP07 این سوکت رو هم داره و بر روی خودش یک آنتنی هم طراحی شده. شرکت‌های مختلفی این بردها رو برای اینکه بتونیم به راحتی اونها رو برنامه‌نویسی و راه‌اندازی کنیم برای یک بردهای پیاده سازی کردن که این بردها نود MCU نام داره. در واقع این بردها حداقل سخت افزار لازم برای راه‌اندازی و برنامه‌نویسی این ماژول ها رو طراحی کردن که درون خود این بردها یکی از ورژن های ESP قرار داره. برای ادامه این دوره شما میتونید یکی از این بردها رو تهیه کنید و یا اینکه یکی از همین ورژن های قبلی بردهای ESP رو تهیه کنید و در فصل های بعد ما راه اندازی اونها و شماتیک راه اندازی هر کدوم اینها رو خدمتتون توضیح میدیم و نیاز نیست که حتما یکی از این بردها رو تهیه کنید. اگر ماژول ESP07 رو هم تهیه کنید ما در فصل های بعد شماتیک مربوط به راه اندازی اون رو توضیح خواهیم داد. اما مزیتی که این بردها دارن اینه که به راحتی با استفاده از یک کابل میکرو USB میتونیم اونها رو به کامپیوتر متصل کنیم و اونها رو پروگرام و برنامه نویسی کنیم. در درس بعد به مشخصات برد ESP07 میپردازیم. در این درس به معرفی برد ESP8266-07 میپردازیم. همانطور که ملاحظه میکنین یک برد ESP مربوط به ESP07 هستش که این برد بر روی خودش یک آنتن داره و یک سوکت آنتن برای آنتن خارجی که ما میتونیم اون رو با استفاده از یک کابل تبدیل به یک آنتن خارجی متصل کنیم و 8 پایه در سمت چپ و 8 پایه در سمت راست قرار داره و خود میکروکنترلر به همراه المان‌های راه اندازش درون این محفظه قرار دارن که بر روی محفظه هم نام شرکت و نوع ماژول مدل اون رو هم میبینید که نوشته. همونطور که اشاره کردیم با استفاده از یک کابل رابط SMA میتونیم اون رو به یک آنتن خارجی وصل کنیم و این آنتن خارجی خب تأثیری بر روی افزایش برد اون قطعا خواهد داشت. اما برای اینکه بتونیم این برد رو ما راه اندازی کنیم نیاز هست که اون رو بر روی یک برد آداپتوری پیاده سازی کنیم. با توجه به اینکه خود این برد پین هایی که در این قسمت قرار دارند
قابلیت پیاده سازی پین هدرها در اینجا وجود نداره، قاعدتا سوراخ هایی که در این قسمت وجود دارن بسیار ریز هستن، باید اونها رو برای یک برد آداپتوری پیاده سازی کنیم و ما میتونیم پین هدرهای این برد رو در این قسمت متصل کنیم و اون رو برای برد برد پیاده سازی کنیم. و یک مزیت دیگه این برد آداپتور این هستش که برای هر پینی عمل کرد و پریفرال اون رو نوشته که باعث راحتی کار ما خواهد شد. در این قسمت هم که مشاهده میکنید هر پریفرال رو بر روی پین مورد نظر نوشته و قاعدتا خب بعضی از پین ها ممکنه دو یا سه پریفرال بر روی اون پیاده سازی شده باشه که ما با ساز برنامه نویسی اونها رو میتونیم راه اندازی کنیم. اما برای اتصال این بورد و برنامه نویسی اون نیاز هست که ما یک مبدل USB به سریال TTL داشته باشیم. برای اتصال USB به سریال TTL نیاز هست که ما پایه‌های UART 0 یعنی TX و RX رو به مبدلمون متصل کنیم و مبدل رو هم به کامپیوتر متصل کنیم. مبدلی که ما در این دوره استفاده خواهیم کرد USB به سریالی هستش که از درایور CP2102 استفاده می‌کنه. خب شما میتونید از مبدل‌های دیگه هم استفاده کنید، فقط دقت داشته باشین که باید درایور اون رو بر روی کامپیوترتون نصب کنید تا کامپیوتر بتونه اون رو شناسایی بکنه. ادامه توضیحات رو با استفاده از دیتاشیت خود برد ESP07 پیش میگیریم. با مراجعه به دیتاشیت مربوط به برد ESP07 یک سری توضیحاتی در ابتدا نوشته که مربوط به پروتکل‌های ارتباطی و همچنین خود میکروکنترلر ESP07 هستش و در این قسمت هم که میبینید بلوک دیاگرام داخلی میکروکنترلر ESP8266EX قرار داره که در این بلوک دیاگرام مشاهده میکنید که پریفرال ها در این قسمت قرار دارن و همچنین وای فایی که در این قسمت توضیحش رو داده که ما با استفاده از وای فای ESP هم در فصلهایی در این دوره از اونها استفاده خواهیم کرد برای ارتباطات بی سیم. و میبینید که گیرنده و فرستنده در این قسمت قرار داره و همچنین PLL و توضیح بلوک دیاگرام رو هم در این قسمت نوشته که به چه صورت هستش. خب ما از این قسمت رد میشیم و ویژگی های بورد رو هم در این قسمت نوشته که MCU 32 بیتی داره و ADC 10 بیتی، همچنین پروتکل هایی که در این قسمت قرار داره. یک نکته خیلی مهمی که هست اینه که از سیستم خب رمزنگاری که استفاده میکنه WPA و WPA2، همچنین از مودهای کاری STA و AP و همزمان STA و AP بهره میبره. در این قسمت هم پریفرال های اون رو مشاهده میکنید که GPIO داره، PWM, I2C, I2S, UART و SPI. در ادامه هم که مشاهده میکنیم جریان حالت دیپ اسلیپ هستش. و اما موارد مهمی که در این جدول وجود داره، و ابتدا ولتاژ کاری هستش که میبینید که ماکسیموم تا 3.6 ولت هست، بس دقت داشته باشین که به 5 ولت متصل نکنید. دمای کاری و همچنین جریان کاری برد رو مشاهده میکنید و پروتکل وای فایش، همچنین فرکانس کاری مربوط به وای فایش، پریفرال هایی که ساپورت میکنه، پشتیبانی میکنه، سیستم رمزنگاری و همچنین قابلیتی که این برد داره این هستش که میتونه با استفاده از وای فای یا یوارتش فرمورش آپگرید بشه. و موارد مهمی که وجود داره این پین مپش هستش که شماره هر پایه و نام پین و عملکردشون رو در این جدول نوشته که شماره مربوط به پین یکم پایه ریستش هست، پین دوم مربوط به ADC هستش، پین سوم برای فعال کردن ماژول هستش و همونطور که مشاهده میکنید پین های بقیه که در این قسمت قرار داره مربوط به GPIO ها و پریفرال دیگه که قرار داره، مثال پین شماره 5 GPIO 14 و پایه کلاک SPI هستش. خب این موارد نیاز هست که یک مطالعه بفرمایید. جدول بعدی که وجود داره اینجا مربوط به مود کاری ESP هستش که ما اگه بخوایم از حالت UART اون استفاده کنیم برای برنامه ریزی بردمون، نیاز هست که GPIO 15 و GPIO 0 رو به لو متصل کنیم و GPIO 2 رو به های متصل کنیم. و اگه بخوایم از حالت فلش بوت استفاده کنیم، GPIO 15 لو و GPIO 0 و 2 باید های بشن. خب موارد مهم دیگه که نیاز هست به اونها اشاره کنیم، جدولی که در این قسمت قرار داره ببینید که اینترفیس ها رو نوشته و پین مربوط به هر کدوم از اینترفیس ها رو مشخص کرده و یه سری توضیحاتی هم داده.
نیاز هست که این جدول رو هم یک مطالعه داشته باشید. به عنوان مثال اینترفیسی که برای مربوط به SPI هستش، خب در این قسمت مشاهده میکنید نوشته که برای پین MISO GPIO شماره 12 یا IO شماره 12، برای پین MOSI IO 13، برای پین CLK GPIO 14 و برای پین CS GPIO 15. بقیه موارد هم به همین صورت هستن. توضیحات مربوطه هم نوشته و مشخص کرده که هر کدوم از این پین ها مربوط به چه پایی هستش که ما باید از اونها در پروژه ها و برنامه نویسی هامون استفاده کنیم. خب در فصل های بعدی به نصب نرم افزار های مهم میپردازیم. در این فصل به نصب نرم افزار های مهم کاربردی و همچنین نصب فریمور میکروپایتون برای برد ESP میپردازیم. ابتدا نیاز هست که نرم افزار پایتون 3 رو نصب کنیم. دلیل نصب نرم افزار پایتون 3 این هست که می‌خوایم در محیط ترمینال ویندوز از دستورات پیپ استفاده کنیم و برای راحتی کار خب نیاز هست که ابتدا پایتون 3 رو نصب کنیم. برای نصب پایتون 3 برای نرم افزار اون دوبار کلیک می‌کنیم. دقت داشته باشین که حتما تیک این گزینه رو بزنید و آماده نصب میشه. خب در اینجا نرم افزار پایتون 3 با موفقیت نصب شد، برای کلوز کلیک میکنیم و همونطور که اشاره کردیم ما از پایتون فقط به خاطر اینکه میخوایم از دستورات پیپ استفاده کنیم به همین خاطر ما اون رو نصب کردیم و از نرم افزار خود پایتون استفاده دیگه ای نخواهیم کرد. برای برنامه‌نویسی در این دوره از نرم افزار تونی استفاده خواهیم کرد. برای نصب اون کافیه که برای اون کلیک کنید و اون رو نصب کنید. بعد از این که نرم افزار نصب شد اون رو اجرا میکنیم. یک توضیحات مختصر و مفید رو نسبت به نرم افزار خدمت شما ارائه میدیم. اون محیطی که در این قسمت مشاهده میکنید مربوط به نوشتن خودمون هست. ما کدهامون رو در این قسمت مینویسیم و در قسمت شل نرم افزار پیغام های نرم افزار رو مشاهده میکنیم. همچنین اگر در کد ما یک دستوری نوشته شده بود که بخوایم پیغامی رو نمایش بدیم، در این قسمت اون پیغام نمایش داده میشه و یا اگر در کدمون ما داده هایی رو به عنوان ورودی بخوایم بگیریم میتونیم در این قسمت اونها رو وارد کنیم. در این قسمت میتونیم برد هایی که به سیستممون وصل هست و توسط نرم افزار پشتیبانی میشه رو از این قسمت انتخاب کنید. همونجوری که مشاهده میکنید من یک برد رزبری پای پیکو متصل کردم و در این قسمت موجود هست که میتونم اون رو انتخاب و یا اون رو به حالت پیشفرض یعنی لوکال پایتون است برگردونم. دقت داشته باشین اگر پیشفرض نرم افزار برای لوکال پایتون 3 قرار داشت، کدهایی که در این قسمت می‌نویسیم توسط پایتون 3 اجرا خواهد شد و اگر اون رو با حالت میکرو پایتون ببریم، کدهایی که در این قسمت نوشته میشن با میکرو پایتون اجرا خواهند شد. در قسمت فایل نرم افزار میتونیم با انتخاب بر روی نیو یک پروژه جدید ایجاد کنیم و یا اینکه با انتخاب اوپن میتونیم پروژه‌ای که قبلا ذخیره کردیم رو اونها رو باز کنیم. اگر بر روی اوپن کلیک کنیم می‌بینیم که سوالی از ما میپرسه که کدی که میخوایم اون رو باز کنیم برای کامپیوترمون ذخیره شده و یا برای برد رزبری پای پیکو قرار داره. اگر برد رزبری پای پیکو رو من انتخاب کنم، خب لیست کدهایی که قبلا من پروگرام کردم برای برد اینجا نشون داده میشه و با انتخاب یکی از اونها میتونم اون رو باز کنم. همچنین اگر بخوایم کدی که در این قسمت نوشتیم رو برای کامپیوتر و یا بردمون ذخیره کنیم، با انتخاب گزینه سیو یا سیو از میتونیم اون رو ذخیره کنیم. اگر کامپیوتر رو انتخاب کنیم این کد ما در روی کامپیوتر ذخیره میشه و اگر برد رزبری پی رو انتخاب کنیم میتونیم اون رو بر روی برد پروگرام کنیم و با انتخاب یک نام مناسب و پسوند .py اون رو بر روی برد رزبری پای پیکو پروگرام کنیم. دقت داشته باشین که کد هایی که با نام مین ذخیره بشن کد اصلی برنامه هستن و بعد از اینکه تغذیه برد قطع شد و مجددا تغذیه بردمون رو وصل کردیم، خود برد رزبری پای پیکو به صورت پیشفرض فایلی که با نام main.py ذخیره شده رو به عنوان پروژه اصلی و کد اصلی برنامه شناسایی میکنه و اون رو اجرا میکنه. ولی اگر نامش نامی بجز main باشه و به عنوان فایل های جانبی در نظر میگیره و اگه ما بخوایم اونها رو اجرا کنیم نیاز است که اونها رو ابتدا اوپن کنیم و بعد از اینکه اونها رو اوپن کردیم با ران کردن کد مورد نظرمون رو
بر روی برد رزبری پای پیکو اجرا کنید. همچنین در قسمت ویو، خب همونطور که مشاهده میکنید، یک لیستی در این قسمت قرار داره که اگر اونها رو انتخاب کنیم، پنجره مربوط به این لیست ها در نرم افزار نشون داده میشن. به عنوان مثال من اگه فایل رو انتخاب کنم، میبینید که پنجره مربوط به فایل در این قسمت نشون داده میشه، و اگر مجددا اون رو انتخاب کنم، پنجره مربوط بسته خواهد شد. آیکونی که در اینجا قرار داره آیکون مربوط به ران هستش، و با انتخاب این آیکون کدی که نوشتیم، کدی که در پروژه جاری قرار داره، اجرا خواهد شد و با انتخاب استاپ اون رو میتونیم متوقف کنیم. دقت داشته باشین اگر بخوایم یک پروژه ای رو بر روی برد رزبری پای پیکو ذخیره کنیم یا همون پروگرام کنیم، نیاز هست که اگر کدی در حالت جاری قرار داره، ابتدا اون رو استاپ کنیم و بعد از قسمت فایل سیو رو بزنیم. خب در قسمت تولز و آپشن، امکاناتی در اینجا قرار داره که برای شخصی سازی نرم افزار مورد استفاده قرار میگیره. ابتدا اینکه میتونیم از این قسمت زبان مورد نظر خودمون رو عوض کنیم. خب خوشبختانه این نرم افزار از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. و در قسمت تم اند فونت میتونیم فونت قسمت ادیتور رو و همچنین خود برنامه رو تغییر بدیم. سایز فونت های خودمون رو عوض کنیم، خب کوچیکتر یا بزرگترشون کنیم، نوع فونت رو عوض کنیم و همچنین قسمت بصری نرم افزار رو میتونیم از این قسمت عوض کنیم. به عنوان مثال اگه من یکی از این موارد رو انتخاب کنم، میبینید که خب قسمت یو آی تم تغییر پیدا کرد و همچنین با این قسمت هم میتونیم اون رو عوض کنیم. و با انتخاب فونت قسمت ادیتور میتونم فونت قسمت ادیتور که این قسمت هست و مربوط به محل کد نویسی ما هست، میتونیم فونت اون رو عوض کنیم. میبینید که فونتش تغییر پیدا کرد. همچنین سایز اون رو هم میتونیم بزرگتر یا کوچکتر قرار بدیم و میتونیم از این قسمت فونت مربوط به خود نرم افزار و قسمت شل نرم افزار رو هم تعویض بدیم. و همونطور که اینجا مشاهده میکنید، خب فونت ها تغییر پیدا میکنه و یا سایز اون رو ها رو هم بزرگتر یا کوچکتر کنیم. و از این قسمت هم که توضیح دادیم، میتونیم نوع شخصی سازی نرم افزار رو تنظیم کنیم. با انتخاب اوکی میتونیم تنظیمات مربوطه رو اعمال کنیم. خب من به حالت پیش‌فرض قرار میدم، در حالت پیش‌فرض خود نرم افزار میذارم که بمونه. در این درس به معرفی نرم افزار فیلسینگ و آشنایی با محیط اون میپردازیم. نرم افزار فیلسینگ خیلی راحت، نیاز به نصب نداره، کافی است که آیکون اون رو اجرا کنید. از این نرم افزار برای رسم شماتیک های گرافیکی در طول این دوره استفاده خواهیم کرد و کار با اون بسیار راحت است. خب در این قسمت نیاز هست که در قسمت بردبورد ما طراحی و شماتیک های خودمون در این قسمت انجام خواهیم داد و در این قسمت همونطور که مشاهده میکنید المان های ما قرار داره که از این باکس میتونیم المان مورد نظر خودمون رو جستجو کنیم. به عنوان مثال من اینجا یک عبارت ESP مینویسم و برای اینتر کلیک میکنم. خب مشاهده میکنید که یک سری المان رو برای من در اینجا نشون میده و من میتونم با کشیدن اونها و رها کردن بر روی بردبورد اونها رو به بردبورد اضافه کنم. اگر در این قسمت اشارگر موس رو بر روی هر کدوم از این پین ها قرار بدید، مشخصات اون پین رو در این قسمت نشون میده و شماره پین، مشخصات پین، عملکرد پین رو در این قسمت برای ما نشون میده و با انتخاب یکی از این گزینه ها ما میتونیم عملیات مربوط به وایرینگ رومون رو انجام بدیم و با کلیک راست بر روی این وایرینگ میتونیم رنگ اون رو تغییر بدیم. و اگر هر کدوم از این المان ها رو انتخاب کنیم و دیلت رو بزنیم، میتونیم اونها رو از شماتیک خودمون بر روی بردبورد پاک کنیم و با اسکرول کردن میتونیم بر روی این بردبورد زوم کنیم و یا از حالت زوم خارج بشیم. در صورتی که بخوایم المانی رو به نرم افزار اضافه کنیم، المانی که در خود نرم افزار وجود نداشته باشه، میتونیم بر روی این قسمت کلیک کنیم و ایمپورت رو انتخاب کنیم و در این قسمت میتونیم آدرس اون المانی که میخوایم به نرم افزار اضافه کنیم رو وارد کنیم و اون رو به نرم افزار اضافه کنیم. خب توضیحات دیگه این نرم افزار نیاز نداره. موارد مهمی که میخواستیم بهش اشاره کنیم همین ها بودن و اینکه از گزینه فایل و سیو میتونیم پروژه خودمون رو ذخیره کنیم. در این درس میخواییم به طراحی شماتیک جهت نصب فریمور بر روی برد ESP بپردازیم.
خب ابتدا به دیتاشیت ESP مراجعه میکنیم. درون این دیتاشیت یک جدولی هست که به ما مشخص کرده چطور میتونیم شماتیک مربوط به راه اندازه UART رو طراحی کنیم. خب همونطور که مشاهده میکنید در این جدول توضیح داده که اگه بخوایم از مود UART استفاده کنیم باید این پایه ها رو به لو و های متصل کنیم. یعنی GPIO 15 و GPIO 0 به لو و GPIO 2 رو باید به های متصل کنیم تا ماژول ESP به حالت UART بره و ما بتونیم فریمور میکرو پایتون رو بر روی برد ESP نصب کنیم. خب ابتدا من نرم افزار فریتسینگ رو اجرا میکنم. در قسمت بردبورد و در این قسمت من یک برد ESP رو سرچ میکنم. خب ESP مد نظر ما در این قسمت قرار داره. خب نیاز هست که یک ماژول USB به TTL رو هم ما در این نرم افزار اضافه کنیم، چون این نرم افزار به صورت پیش‌فرض این ماژول رو نداره. از قسمت ایمپورت من اون رو اضافه میکنم. آدرس اون رو من در دسکتاپ قرار دادم و از این قسمت اون رو اضافه میکنم. این رو هم به بردبورد اضافه میکنم. در این قسمت اتصالات مربوطه رو انجام میدم. نیاز هست که پایه VCC که در اینجا مشاهده میکنید به 3.3 ولت متصل بشه. پایه گراند هم که در این قسمت قرار داره اون رو هم به گراند متصل میکنم. رنگ وایرها رو هم تغییر میدم. RX مبدل USB به سریال رو به TX ماژول باید متصل کنم. همونطور که مشاهده میکنید TX برای این پین قرار داره، اون رو به RX متصل میکنم. رنگ این رو هم تغییر میدم. و همچنین در این قسمت RX رو باید به TX ماژول متصل کنیم. رنگ این رو هم تغییر میدم. خب همونطور که در این قسمت مشاهده میکنید باید GPIO 15 و 0 رو به لو یا همون گراند متصل کنیم. GPIO 15 برای این پین قرار داره و همچنین GPIO 0 رو هم که در روی این پین قرار داره باید به گراند متصل کنیم. و GPIO 2 که برای این پین قرار داره باید به 3.3 ولت متصل بشه. خب در اینجا رسم شماتیک برد ESP به اتمام رسید و آماده این هست که ما اون رو به کامپیوتر متصل کنیم و فریمور میکرو پایتون رو برای اون نصب کنیم. از قسمت فایل سیو شماتیک رو ذخیره میکنیم. در این درس به نصب فریمور میکرو پایتون برای برد ESP میپردازیم. ابتدا نیاز هست که اتصالاتی که در درس‌های قبلی شماتیک اون رو طراحی کردیم رو برقرار کنیم و اون رو به کامپیوترمون متصل کنیم. بعد از این که مبدل USB به سریال رو به کامپیوتر متصل کردیم نیاز هست که درایور اون رو نصب کنیم. با توجه به این که سیستم عامل من 64 بیتی من اون رو نصب میکنم. بعد از این که اون رو نصب کردم از طریق دیوایس منیجر به قسمت دیوایس منیجر مراجعه میکنید. در این قسمت در قسمت پورت ها میبینید که به صورت موفقیت آمیز نصب شده و بر روی کام 4 قرار داره. بعد از اینکه درایور رو نصب کردم به فایل میکرو پایتون میرم. در قسمت ESP8266 به قسمت اینستال
میکرو پایتون میرم و در این قسمت به این قسمت مراجعه میکنم. در اینجا توضیحات داده که ابتدا باید شماتیک مورد نظرمون رو طراحی کنیم که ما این کار رو کردیم. به پایین این صفحه مراجعه کنیم، ابتدا باید به این صفحه مراجعه کنیم و ماژول ESP خودمون رو پیدا کنیم و فایل فریمور میکرو پایتون اون رو دانلود کنیم. خب اگر بر روی این گزینه کلیک کنید به این صفحه هدایت میشید و در این قسمت باید دنبال برد ESP مورد نظر خودمون بگردیم. خب ما بردی که میخوایم برای اون میکرو پایتون رو نصب کنیم ESP8266 است. اگر این گزینه رو انتخاب کنید به صفحه ESP8266 میتونید مراجعه کنید و در این قسمت با توجه به اون حافظه فلشی که این بورد پشتیبانی میکنه باید فایل .bin رو دانلود کنید. و اگه به دیتا شیت ESP07 مراجعه کنید، در این قسمت توضیحاتی رو داده که این ماژول ESP ما دارای چه حافظه‌ای هست. در این قسمت مشاهده میکنید که حافظه‌ای که بورد ESP ما داره 1 مگا بایت هستش. خب ما مراجعه میکنیم به این قسمت و بر روی فریمور ابتدایی کلیک میکنیم. خب من قبلا این رو دانلود کردم، نیاز به دانلود مجدد نیست. به ترمینال ویندوز مراجعه میکنیم. ابتدا نیاز هست که ما پکیج ESP Tools رو نصب کنیم. خب با استفاده از دستور pip میتونیم اون رو نصب کنیم. دقت داشته باشین که حتما باید به اینترنت متصل باشید و صبر میکنیم تا پکیج ESP Tool نصب بشه. خب در این قسمت پکیج ESP Tool با موفقیت نصب شد. یک بار اون رو اجرا میکنیم با نوشتن نامش. خب میبینید که اون مواردی که پشتیبانی میکنه و دستوراتی که داره در این قسمت نوشته شده و پکیج ESP Tool با موفقیت نصب شده. خب ابتدا به فایل میکروپایتون دوباره مراجعه میکنیم. در این قسمت توضیحات مربوط به نصب فریمور رو داده. مشاهده میکنید که ابتدا گفته ESP Tool رو باید با دستور pip install نصب کنیم، بعد برای پاک کردن حافظه فلش باید این دستور رو در محیط CMD اجرا کنیم. خب من ابتدا این دستور رو کپی میکنم و در محیط CMD اون رو یک بار پیست میکنم. خب اروری که داده بابت این .py که در این قسمت نوشته است، نباید .py رو ما در این قسمت استفاده کنیم. خب من اون رو به صورت دستی یک بار می‌نویسم. خب پورتی که در این قسمت قرار داره ما باید نام پورت رو بنویسیم. همونطور که مشاهده کردین در دیوایس منیجر برای کام 4 قرار داره و دستور ایریز فلش رو می‌نویسیم. و منتظر می‌مونیم تا حافظه فلش پاک بشه. در اینجا مشاهده می‌کنید که با موفقیت حافظه فلش پاک شد. گام بعدی این هست که اون فایل فریموری که دانلود کردیم رو با استفاده از این دستور در محیط CMD اون رو اجرا کنیم و فایل فریمور رو بر روی برد ESP نصب کنیم. من مجدداً این دستور رو می‌نویسم و این قسمت از دستور رو کپی میکنم. خب اروری که داده برای این هستش که ما باید نام فایل فریمور رو به درستی وارد کنیم. خب من این قسمت رو پاک میکنم. باد ریت رو هم بر روی 115200 قرار میدم. خب همچنین پورت رو هم باید اینجا مشخص کنم. کام 4. و در این قسمت ادامه دستور رو باید بنویسیم. مشاهده میکنید که ادامه دستور باید
نام فریمور میکرو پایتون رو در این قسمت بنویسیم. خب من به محلی که فریمور میکرو پایتون رو دانلود کردم مراجعه میکنم و یک رنیم میگیرم. در این قسمت اون رو پیست میکنم با پسوند دات بی. البته دقت داشته باشین که ما ابتدا باید به پوشه دانلود ها مراجعه کنیم یا اینکه فایل فریمور رو بر روی دسکتاپ قرار بدیم. من یک بار به پوشه دانلود ها مراجعه میکنم و این دستور رو اجرا میکنم. در این قسمت هم باید کد رو به درستی وارد کنم. منتظر مونیم تا فایل فریمور نصب بشه. دقت داشته باشین که حتما باید این دستور رو به درستی وارد کنید و از روی این فایل راهنمایی که در اینجا قرار داره میتونید استفاده کنید. حتما باید قبل از نام فریمور عدد 0 رو بنویسید. خب در این قسمت همونطور که مشاهده میکنیم فایل فریمور به موفقیت نصب شد. خب نیاز هست که ابتدا یک بار مبدل USB به سریال رو از کامپیوتر جدا کنیم و اتصالات مربوط به حالت UART که در این قسمت قرار داشت و مربوط به پایه‌های 15 0 و 2 بود رو قطع کنیم و مجدداً اون رو به کامپیوتر متصل کنیم. بعد از اینکه اون رو به کامپیوتر متصل کردیم، نرم افزار تونی رو اجرا می‌کنیم. خب در این قسمت اون رو بر روی میکرو پایتون جنریک قرار میدیم. خب همونطور که مشاهده میکنید با موفقیت بورد ESP ما متصل شده. یک کد در این قسمت من مینویسم به خاطر اینکه ما متوجه بشیم که فایل فریمور میکرو پایتون با موفقیت برای بورد ESP نصب شده. خب هدف ما در اینجا توضیح برنامه نویسی نیست. من فقط این کد رو نوشتم تا ما یه تستی بگیریم. فعلا به این قسمت از کد ما توجه نکنید و ما فقط میخواییم یک تستی برای بورد ESP بگیریم و این کد به این صورت هستش که برای خود بورد ESP یک LED وجود داره که بر روی پین 2 GPIO 2 قرار داره و ما با استفاده از این دستور میخواییم یک ثانیه یک بار این LED رو روشن و خاموش کنیم. بعد از این که نوشتیم اون رو اجرا میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید بر روی تصویر LED بر روی بورد ESP هر یک ثانیه یک بار روشن و خاموش میشه و این نشان دهنده این هستش که فایل میکرو پایتون ما با موفقیت بر روی بورد ESP نصب شده. در درس‌های بعدی به برنامه نویسی بورد ESP میپردازیم. در این فصل به توضیح کتابخونه ها میپردازیم. ابتدا به یک توضیح کلی در رابطه با انواع کتابخونه ها میپردازیم و ببینیم که کتابخونه های میکرو پایتون به چه صورت هستش. اگر به فایل میکرو پایتون مراجعه کنیم در این قسمت مشاهده میکنیم که کتابخونه های میکرو پایتون قرار داره. اگر بر روی این قسمت کلیک کنیم میبینیم که ما دو دسته بندی کلی رو داریم. کتابخونه های استاندارد مشترک با پایتون و کتابخونه های مخصوص میکرو پایتون. به قسمت کتابخونه های مشترک با پایتون میریم و لیست کتابخونه هایی که در این قسمت قرار داره و مشترک با پایتون هستن مشاهده میکنیم. از این لیست میتونیم به کتابخونه تایم که در فصل قبلی با اون آشنا شدیم بپردازیم. خب درون کتابخونه تایم توابعی وجود داره که با استفاده از اون توابع ما میتونیم زمانبندی های مورد نیاز خودمون رو تنظیماتشون رو انجام بدیم و
و همینطور کتابخونه های دیگه ای هستند. به عنوان مثال کتابخونه‌ای که در اینجا قرار داره کتابخونه مربوط به توابع ریاضی هست که اگر بخوایم در برنامه نویسی های خودمون از توابع ریاضی استفاده کنیم باید از این کتابخونه در برنامه خودمون استفاده کنیم، یعنی کتابخونه رو به برنامه ایمپورت کنیم و از توابع اون بتونیم استفاده کنیم. و همینطور کتابخونه های دیگه‌ای که با کتابخونه های پایتون مشترک هستند. و اما کتابخونه‌های مخصوص میکرو پایتون که در اینجا قرار دارن و لیستشون رو مشاهده می‌کنی، این کتابخونه‌ها یک سری کتابخونه‌های کلی هستن و برای تمامی سخت افزارهایی که از میکرو پایتون پشتیبانی می‌کنن تعبیه شدن و ممکنه که این کتابخونه‌ها توسط بعضی از این سخت افزارها پشتیبانی نشه و توسط بعضی دیگه پشتیبانی بشه. یعنی این کتابخونه‌ها یک سری کتابخونه‌های کلی هستن. اما کتابخونه اساسی که قرار داره در اینجا کتابخونه ماشین هست که با استفاده از این کتابخونه ما میتونیم پریفرال ها و واحد های یک سخت افزار ESP07 و یا رزبری پای پیکو رو و تمامی سخت افزارهایی که از میکرو پایتون پشتیبانی میکنن رو ما میتونیم واحد ها و پریفرال هاش رو راه اندازی کنیم. درون این کتابخونه یک سری کلاس ها قرار داره که همونطور که مشاهده میکنید این کلاس ها برای پریفرال های مختلف تهیه و طراحی شده، مانند GPIO, ADC, PWM, UART و بقیه موارد. با کلیک بر روی اون پنجره که باز میشه میبینید یک سری متدهایی درون این کلاس قرار دارن که با استفاده از این متدها ما میتونیم تنظیمات مربوط به اون واحد رو انجام بدیم و یا میتونیم اون رو مقداردهی کنیم و یا مقدار اون رو بخونیم که تمامی این موارد رو در فصل‌های مخصوص خودشون توضیح خواهیم داد. همونطور که عرض کردم دقت داشته باشین که بعضی از این متدها و یا کلاس‌ها ممکنه توسط سخت افزاری پشتیبانی نشه و ما نیاز هست که حتما این موارد رو مورد نظر قرار بدیم که یک سخت افزار از چه قابلیت‌های پشتیبانی می‌کنه، بعد بتونیم با استفاده از این توابع اون رو برنامه نویسی کنیم. در درس بعدی یک سری تنظیمات اولیه لازم رو که مربوط به برنامه نویسی هست رو بهش میپردازیم. در این درس به نحوه برنامه نویسی میپردازیم. با توجه به این که در این دوره به برنامه نویسی میکرو پایتون برای بردهای ESP8266 میپردازیم، نیاز هست که شما یک سری آشنایی اولیه با نحوه برنامه نویسی دستورات اون داشته باشید. و توضیح و تدریس اصول مقدماتی برنامه نویسی خارج از موزه این دور است. اگر هم که با دستورات و اصول برنامه نویسی پایتون آشنایی داشته باشین که خیلی راحت‌تر میتونین دوره رو پیش ببرین. در ابتدای برنامه نویسی نیاز داریم که ما کتابخونه هامون رو به برنامه‌مون اضافه کنیم. ابتدا من نرم افزار تونی رو اجرا میکنم و سخت افزار خودم رو به کامپیوتر متصل میکنم. در این قسمت میتونید سخت افزارتون رو انتخاب کنید که اگر رزبری پای پیکو باشه اون رو انتخاب میکنید، نود MCU باشه نود MCU رو میتونید انتخاب کنید و اگر هم ESP8266 باشه میتونید که میکرو پایتون ESP8266 یا جنریک رو انتخاب کنید. بعد از اون که اون رو انتخاب کردین میبینید که پیغام موفقیت آمیز بودن اتصال سخت افزار به نرم افزار در این قسمت چاپ شده. خب ابتدا به این میپردازیم که ما میخواییم کتابخونه هامون رو به نرم افزارمون، به پروژهمون، برنامهمون اضافه کنیم. ما این کار رو میتونیم به دو روش انجام بدیم. ابتدا این که میخواییم یک کتابخونه کلی رو به برنامه اضافه کنیم به اون صورت که اون رو به صورت کلی به برنامهمون ایمپورت کنیم. مثلا من اینجا کتابخونه ماشین رو به برنامهم ایمپورت میکنم. روش دوم به این صورت هستش که ما میخواییم یک کلاس، متد یا تابع خاصی از یک کتابخونه رو به پروژه یا برنامه‌مون اضافه کنیم. به اون صورت که از اون کتابخونه، مثلا از کتابخونه تایم که جزء کتابخونه‌های استاندارد مشترک با پایتون میباشد، من از کتابخونه تایم میخوام تابع اسلیپ رو به پروژه اضافه کنم. اگر یک اجرا بگیرم میبینید که بدون هیچ گونه پیغام خطایی تا اینجای کار من تونستم با موفقیت اون کتابخونه ها و توابع رو به پروژه‌ام اضافه کنم. خب اگر من به فایل میکرو پایتون مراجعه کنم و به لیست کتابخونه های استاندارد
میخوام یکی از این کتابخونه ها رو هم به پروژه اضافه کنم تا ببینم آیا اون چیزی که در اینجا نوشته بود که این کتابخونه ها جزء کتابخونه های مشترک با پایتون هست و من میتونم از اونها استفاده کنم صحیح هست یا نه. به عنوان مثال میخوام کتابخونه مصر رو به پروژه اضافه کنم. بعد از اینکه اون رو ایمپورت کردم دوباره یه اجرا میگیرم، میبینم که دوباره با موفقیت من میتونستم کتابخونه رو اضافه کنم. دقت داشته باشین که بعد از هر اجرا باید حتما اون رو استاپ کنید. و در ادامه من به قسمت کتابخونه های میکرو پایتون مراجعه میکنم.